خب میس دکوراسیون چیه و چرا این قطعه تا این حد در عملکرد پکیج تاثیرگذاره؟ سلام دوست من راهل هستم و اینجا کانال AC اقراری. اول از همه ازت میخوام لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنیم و همچنین دکمه زنگوله رو فراموش نکنیم تا اولین نفر باشی که از ویدیو ما دیدن میکنه. لطفا لایک رو فراموش نکنیم. خب امروز میخوام درباره پاپای سیپراسیون صحبت بکنیم که یه مدل از اون خیلی کاربردی رو پکیج قرار داره، از مدل آسنکرونه که این مدل ها به واسطه خود آبی که در مدار گردش داره خنک میشن. خب دوستان، این سیستمی شما مشاهده میکنید به واسطه این پمپه که داره جریان آب درش به وجود میاد. این پمپ باعث میشه که آب در مدار سیستم شوفاژ رادیاتور حرکت داشته باشه و همچنین آب رو در قسمت مبدل اولیه به سوی مبدل ثانویه توسط شیرسرایه هدایت میکنه که خلاصه لب کلام عین قلب در بدن میمونه و تمام عملیات جابجایی سیار رو انجام میده. خب الان میخوام بریم به سراغ اینکه چه اشکالی درونش وجود داره و اینکه این دکمه‌ای که بالاش قرار داره داستانش چیه. شما اگر میخواید پمپ رو بازدید بکنید یا سرویس بکنید از طریق یک عدد آلن شماره نمره 4 میتونید پیچ رو باز بکنید که اینجا 4 عدد پیچ قرار گرفته که این کار رو انجام میده. خب دوستان، این پمپ ها به خاطر اینکه با جریان خود آب خنک میشه، خیلی مهمه که گردش پروانه کاملا درست انجام بشه. اگر موقعی که شما مثلا پلی‌فسفات رو دیر عوض بکنید یا هر کدوم از این موارد صورت بگیره، میره درون پروانه گیر میکنه و باعث میشه که گردش پمپ کاهش بده. وقتی گردش پایین بشه، میزان سیم پیچ رو خراب میکنه. خب به واسطه این 4 تا پیچ که ما بازش کردیم، پمپ رو آزاد کردیم. که من الان بخوام دوربین رو بیارم جلوتر تا براتون تصویر واضح‌تر باشه. خب دوستان، این پروانه‌ای که پروانه سانتریفیوژه که کار جابجایی سیار رو انجام میده، از این قسمت عملیات ساکشن مکش انجام میشه و به این قسمت دیسچارج میشه که وارد این خط میشه. و حالا میایم سراغ اسمی که خیلی از دوستان سوال کردن و باعث شد که ما اصلا این ویدیو رو بخوایم درست بکنیم، این بود که میگفتن این دکمه چه کاربردی داره. در واقع ببین دوستان، سه تا خط داره که به منظور سه دور لو، میدیوم و های. معمولا اینا وقتی وارد انجام میشه، مثلا برای حالا این 24000 مثلا میخوام رو پکیج 24000 بذارم، میذارم ظرفیت رو پایین‌تر برای اینکه پمپ سیرکولاسیونش کاهش پیدا بکنه، یا مثلا بعضی موقع در فصل‌های میانی سرما و گرما ازش استفاده بکنن، میتونن اینو کاهش بدن تا میزان گردش آب سیال رو یا میزان دبی سیال کاهش پیدا بکنه. خب پس شما دبی پمپ رو کاهش میدید که میزان دبی جابجایی میزان سیال تغییر میکنه. و اگر شما رو دور 3 بذارید، حرکت سیال بیشتر میشه و دور پمپ در بالاترین حد خودش قرار میگیره. خب پس اینو در نظر داشته باشید، از این قسمت آب واردش میشه که اون قسمت عملیات خنک‌سازی صورت میگیره. خب حالا به طور شماتیک آشنا شدید باش که داستانش چطوریه. حالا بریم سراغ این که اصلا چطوری متوجه بشیم اگر خراب شده نشونه‌اش میتونه چی باشه و چطور میتونیم رو برطرف بکنیم. خب دوستان ببینید، موقعی که پمپ از کار میفته، عمدتاً تو پکیجایی که هوشمند باشن این ارور وجود داره، خودشون نشون میده، مگر اینکه پمپ در حالت نیمسوز باشه. خب ببینید، موقعی که پمپ میزان جابجایی سیارش بیاد پایین، به علت اینکه دمای مبدل اولیه میره بالا، سنسور حد عمل میکنه. میذارم آقا داستان چیه؟ دمای مبدل ثانویه داره میره، پس سریع سیستم خاموش، بویلر آف، به خاطر اینکه اگه ادامه پیدا بکنه باعث میشه معدل بسوزه، آسیب ببینه. پس اتفاقی که قرار میفته، سریعی پمپ که از کار میفته بورد فرمان میده، کل سیستم آف میشه و دیگه هیچ عملیاتی صورت نمیگیره. پس شما ارور میبینید. اگر ارور ندیدید حالا چه اتفاقی میفته؟ شما مشاهده میکنید رادیاتور در حالت عادی خودش تمام قسمت‌ها گرم بود و مطمئنید از اینکه هوا نداره داخلش. و وقتی که پمپ به صورت نیمسوز میشه یا گیرپاژ میشه، شما میبینید که اصلا هیچ گرمایی ندارید،
شاید در حدی باشه که لوله ها بخوان گرم باشن. چرا؟ چون این تبادل گرما داره سرنه انجام میشه. حالا دوستانی که موتور خونه دارن بیشتر این نظر لمس کردن که یه خط به نام بایپاس داره، موقعی که پمپ خراب بشه پمپو در میارن، خطو میبندن، خط بایپاس رو باز میکنن که به طور سقلی این جریان آب صورت میگیره. حالا به خاطر اینکه منبع مساحتش هم بالا و بیشتر تاثیر میذاره روی این مسئله. پس ببین دوستان، اینجا این اتفاق که بیفته کاملا سیستم مختل میشه، چون پمپ تپنده سیستمه، یعنی قلب سیستمه، باعث میشه که این فرایند درست انجام بشه. امیدوارم که مطالبی که خدمتتون ارائه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً دکمه سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید و همچنین زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیو ما